شنوندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. من رضا گوهرزاد هستم و در روز هفتم ماه مارچ 2014 که برابر است با هفدهم اسفند ماه 1392 برنامه چالش را به شما پیشکش میکنم. چند روزی بیشتر به نوروز نمانده. اگر امروز هفده اسفند باشه، به این ترتیب کمتر از دو هفته به آغاز سال 1393 و نوروز باستانی ما مانده. من میدونم که بسیاری از یاران و دوستان در سراسر جهان که ایران، به ویژه در ایران و اونهایی که در بیرون از ایران نوروز رو پاس میدارن و جشن میگیرن، در این روزها در تدارک آماده سازی اون چیزی هستن که برای سفره هفت‌سین مورد نیازشون هست. امیدواریم که همواره دلشون شاد باشه و لبشون پر لبخند و اون چه که در آرزو دارن به اون دست پیدا کنن. نوروز یکی از جشنهای میهنی است که تا تاریخ بوده، نوروز نیز بوده. پادشاهان آمدن رفتن، سلسله ها آمدن رفتن، تاریخ ها عوض شدن، ولی همواره نوروز ماندگار شد. خب اجازه بدیم پیش از این که به مسائل سیاسی بپردازیم و با مهمان برنامه گفتگو رو آغاز بکنم، برویم به سوی دیدن روزنامه های صبح شنبه ایران تا ببینیم که اصلا در روزنامه های شنبه چه می گذرد. خب از هر موضوع ویژه‌ای اونها در بهره گرفته بودن. نزدیک شدن به عید، مسئله تورم، مسئله قیمت‌ها. گرچه در این چند روز از مسئله تورم و پایین آوردن اون وزیر اقتصادی ایران صحبت کرده، ولی از مسئله رشد منفی نیز در اقتصاد ایران در 8 سال گذشته صحبت کرده و با یک نظریه تحلیلی باز کرده که در چه شرایط اقتصادی ایران در حال حاضر به سر می‌بره. اجازه بدید از این مسئله عبور کنیم و با مهمان برنامه را آغاز بکنیم و درودی داشته باشم به مهمان برنامه، آقای دکتر محسن میلانی در شرق آمریکا در فلوریدا. آقای دکتر درود بر شما. با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. من در مورد آقای دکتر میلانی فقط اگه بخوام زندگی نامه‌شون رو بخونم و میزان کتاب‌ها و مقالاتی که هست، بی‌تردید تمام برنامه به اون ویژه خواهد شد. من فقط به این اشاره بکنم که در بیش از 60 کار انتشاراتی دارن، کار مقاله و کتاب دارن. یکی از کتاباشون که به عنوان کتاب پیش‌زمینه درسی در دانشگاه‌ها جزو پیش نیازهای درس هست و در کشور اروپا و آمریکا تدریس میشه و حتی کانادا میبینم در Making of Iran's Islamic Revolution هست و شمار بالای مقالاتی که در روزنامه های مهم آمریکا و نشریه های تخصصی دارن و اگه بخوایم به همه اونها اشاره بکنیم، بیشتر در زمینه مسائل منطقه هست، در مورد مسئله ایران هست، در مورد سیاست ها هست و به ویژه اینکه در حال حاضر کتابی رو در دست انتشار دارن و نمیدونم آقای دکتر پیش انتشار پیدا کرده کتابتون که در مورد سیاست خارجی ایران در حال تهیهش هستین یا نه هنوز؟ بله،
فعلا نخیر، ولی امیدوارم که در همین یک سال و نیم آینده بیاد بیرون. به این ترتیب سیاست و مسئله سیاسی ایران یکی از دغدغه‌های تخصصی کاری آقای دکتر محسن میلانی هستن و سپاسگزارم که حضورشون رو در برنامه پذیرفتن و منتی است بر ما و پی میگیریم موضوعی رو که مورد نظرمون است. امروز آقای دکتر بار دیگر مسئله اوکراین داره همینطور بالا میگیره، یعنی بعد از اینکه هفته پرآشوبی رو از نظر سیاسی کشورهای جهان در مورد موضوع اوکراین پیش رو داشتن و پشت سر داشتن، اوکراین و مسئله کریمه وارد منطقه اصلی بحثا و گفتگوها میشه. غرب به هیچ روی نمیپذیره که جدا شدن کریمه از اوکراین رو و استقلال یافتنش رو. از سوی دیگر میبینیم که پارلمان روسیه در یک از اینکه در اوکراین در بخش کریمه همه پرسی خواهد شد، با اون روی موافقتش رو تبعیض نشون میده و اعلام موافقت میکنه. من میخواستم اول نگاه کلی خود شما رو به این موضوع بدونم، بعد برویم در جزئیات بیشتر در مسئله صحبت کنیم. ببینید، کاری که روسیه کرد در رابطه با اوکراین کار جدیدی نیست. این 4-5 سال قبل همین کار رو آقای پوتین در رابطه با ایالت جورجیا کرد و یک قسمتی از زمینهای اون کشور رو به خودش متصل کرد و امروز هم سرباز پیاده کرده در یک منطقه مهم سوق‌الجیشی و به نظر من هم سربازهای خودش رو بیرون نخواهد آورد و کشورهای غربی هم واقعا چندان کاری نمیتونن در رابطه با روسیه انجام بدن، برای خاطر اینکه تنها کشور دنیایی که فعلا به استثنای آمریکا بیش از 2000 بمب اتم داره روسیه است و میتونه کشورهای دیگه جهان رو با خاک یکسان بکنه. بنابراین یک کشور خیلی پرقدرتیه و آقای پوتین تصمیم گرفته که اجازه نده به کشورهای غربی که نزدیک خاک روسیه بشن، خاطر اینکه الان چند ساله که اتلانتیک الائنس یعنی نیتو داره سعی میکنه که به طرف روسیه بیاد. آقای پوتین در رابطه با جورجیا جلوی این رشد رو گرفت و امروز هم در رابطه با اوکراین تصمیم گرفته که سرباز پیاده بکنه اینجا و حداقل اینه که یعنی در بهترین سناریو امکان داره که این مملکت به دو قسمت تقسیم بشه، قسمت غربیش طرفدار غرب بمونه و قسمت شرقیش هم بیاد طرفدار روسیه باشه. بنابراین ایشون یه کاری کرده که به نظر من غربی ها رو در یک واقعا نقطه خیلی مشکلی گذاشته، برای خاطر اینکه راه حل های جدی وجود نداره، راه حل نظامی که وجود نداره، به خاطر اینکه ارتش روسیه ارتش پرقدرتیه و بمب اتم داره. این صحبت هایی هم که داره میشه که ما میخواییم تحریم بکنیم یا کارهای دیگه، متاسفانه بین اروپا و آمریکا اختلاف جدی وجود داره. یعنی آمریکایی‌ها دلشون میخواد یه مقداری تحریم بکنن و خیلی ها در داخل آمریکا هستن که فکر میکنن که یه نوع جنگ سردی رو اگه بتونن آغاز کنن از لحاظ استراتژیک به نفع آمریکاست. در اروپا متاسفانه دو قسمت هستن، آلمان و فرانسه و ایتالیا و کشورهای جدی کشورهای غربی اروپا مخالف تحریم هستند. برای مثال آلمان مهمترین شریک تجاری روسیه است و محتاج به گاز روسیه است و به هیچ وجه حاضر نیست تحریم بکنه. اما کشورهای شرقی اروپا، این کشورهایی که زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودن، دلشون میخواد یه سری تحریم ها بیاد. ولی به نظر من حتی اگر هم یه سری تحریم ها بیاد، یعنی آمریکا بتونه تحریم های بانکی رو انجام بده علیه روسیه، من فکر نمی کنم که آقای پوتین سربازهای خودش رو بیاره بیرون. حداقل اینه که در همون نقطه‌ای که هستند، یعنی در کریمیا بمونن و یا حتی ممکنه که اوکراین به دو قسمت تقسیم بشه. ولی در هر صورت
روسیه از خاک این کشور بیرون نخواهد آمد. آقای دکتر، وقتی به مسئله تقسیم شدن اوکراین به دو قسمت اشاره میکنین، شرقی و غربی، خود به خود بیشتر این تقسیم بندی ها بجز در دنیا، بجز مسئله چک و اسلواکی که به شکل مسالمت‌آمیزی از یکدیگر جدا شدن و فکر کنم که در تاریخ بی‌نظیر بوده این ماجرا، و اونم به هر حال به خاطر وجود سیاستمدارایی که میشناختن شرایط زمان رو که نیازی نیست این اتصال به وجود بیاد و بعد جدا بشن، آیا اوکراین از یک جنگ داخلی عبور نخواهد کرد؟ حالا مسئله کریمه رو میشه فهمید که به هر حال با اینکه غرب الان میگه که نمیپذیرم، آقای اوباما هم دیروز هم در تلفنی که با آقای پوتین داشتن، یک تلفن طولانی مدت 90 دقیقه‌ای که حالا اگر زمان مترجم رو 45 دقیقه ازش کم کنیم دست 45 دقیقه با هم گفتگو کردن، ولی در پایان آقای پوتین گفته نه، با یک نه کاملا خشن روسی سخن به پایان رفته. از اون طرف دیدارهایی که در پاریس و روم داره انجام میشه بین وزرای خارجه و مسائلی که پیش رو هست، نشانه هایی نمیده که کریمه رو بتونن ازش عبور کنن. به این ترتیب وجود نزدیک به 15,000 سرباز روسی در اون پایگاه ها از یک سو و وارد شدن نظامیان ناشناس به پایگاه های اوکراین، خود به خود قضیه کریمه رو به نظر میرسه که جدا شدنی بکنه به شکل حالا مجلسش، رفراندومش، گرچه مردم اوکراین اعلام کردن که با این رفراندوم مخالفن و مخالفت خواهند کرد. تا چه اندازه این پیش راهد رفت؟ ببینید، اول نکته مهمی که من در رابطه با کریمیا باید بگم اینه که تا سال 1953 این جزء روسیه بود. بله، آقای برژنف تقدیمش کرد دیگه. بله، و بعد اینو گفتش که برید به اوکراین، به اوکراین، به خاطر اینکه خود اوکراین هم برای اطلاع شنوندگان عزیزتون از اولین ایالتی بود که به اتحاد جماهیر شوروی پیوند زد و الان در خود منطقه کریمیا در حدود 60 تا 65 درصد جمعیت یا روس هستن یا به زبان روسی صحبت میکنن. و به نظر من این خواستی که فعلا غربی ها دارن در رابطه با اینکه روسیه از اونجا بیاد بیرون، من فکر نمی کنم که آقای پوتین با این موافقت بکنه. یعنی فکر نمی کنم که ملیگراهای روسی با این موافقت بکنن. یکی از جالبترین صحبت هایی که من در رابطه با کریمیا شنیدم و مسئله روسیه اینه که زمانی که روسیه کنترل کامل این منطقه رو داشته باشه میتونه یه امپراتور باشه، امپراتوری درست بکنه، ولی زمانی که کریمیا ازش جدا بشه فقط یه کشوره. بنابراین مسئله سوغلگشی خیلی مهمیه برای آقای پوتین، و آقای پوتین هم که میدونید که چند سال قبل در یک سخنرانی که کرده بود گفته بود که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی یکی از بدترین اتفاقاتی بوده که برای غرب در قرن 20 اتفاق افتاده. یعنی خیلی ها فکر میکنن و من هم تقریبا همون فکر میکنم که ایشون داره سعی میکنه که امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی رو یه طوری دوباره به وجود بیاره. و مسئله اوکراین از اینجا مهمه که بدون این کریمیا این کار رو نمیتونه انجام بده. بنابراین ایشون فکراشو کرده، بازیگر خیلی قابلیه، شطرنج خوب میدونه و مهره خودش رو یه طوری این بر اون بر کرده که خیلی مشکله که غربی ها بتونن روسیه رو قانع بکنن که از این منطقه بیاد بیرون. بنابراین به نظر من اونها اونجا خواهند موند برای سالیان سال. ولی من پیش از اینکه باز در مورد مسئله جنگ داخلی ببینم آیا این و هراس وجود داره، فقط اصلاح کنم، من آمدم بگم در دوران آقای خروشچف گفتم برژنف، که البته اصلاح میکنم، این اهدار شدن این منطقه، خب اون موقع جزء اتحاد شوروی بود، از این استان به اون استان اضافه کردن امروز رو پیش بینی نکرده بودن. ولی شما هم دلم میخواد در مورد مسئله جنگ داخلی اگر ممکن است توضیح بدین که آیا ممکن است که اصلا اوکراین وقتی شما اون طرح شرق جدا بشه و غرب جدا بشه فراتر از قضیه کریمه هست، آیا این مسئله از یک جنگ داخلی عبور میکنه یا نمیکنه؟ خب امکانش هست، ولی به نظر من نه روس ها و نه اروپایی ها و غربی ها میخوان که در داخل اروپا یک جنگ داخلی بین غرب و شرق اوکراین به وجود بیاد. بنابراین به نظر من
تا امروز امکان جنگ داخلی، یعنی جنگی که مثل اتفاقاتی که داره متاسفانه در سوریه میفته، در اونجا خیلی کمتره. ولی خب امکان اینکه جدا بشن، غرب و شرق جدا بشه در اوکراین بیشتره، ولی امکان جنگ داخلی خیلی کمتره. برای خاطر اینکه خب کسایی که روس از به اصطلاح آبا اجداد روسی هستند در قسمت‌های مختلف اوکراین هستند، یعنی این فقط نیست که در قسمت غرب اونجا باشن، در قسمت شرق و در قسمت غرب هستن و خود ملت اونجا هم به نظر من علاقه ندارن که وارد جنگ داخلی بشن. یعنی سناریویی که من بیشتر میبینم اینه که همین وضع ادامه پیدا بکنه، ثبات سیاسی وجود نداشته باشه، ولی دو طرف، یعنی هم آمریکا و هم اروپایی ها و هم انگلیسی ها، روسا، اجازه ندن این وارد مرحله جنگ داخلی بشه. ولی مدت ها طول خواهد کشید که یک نفر، یعنی غربی ها، بتونن غلبه بکنن یا پوتین بتونه غلبه بکنه و مسئله رو حل کنه. این مثل جنگ سوریه سالیان سال ادامه پیدا خواهد کرد. آیا تو شما به مسئله سوغلجشی کریمه که اشاره میکنین، الان مسئله سوریه مطرحه و یکی از راههایی که از به حال روسیه براش از اهمیت داره کریمه و عبور از اون منطقه، مثلا نیروی دریایی روسیه هست و دستیابی به آبهای گرم از همون منطقه انجام میشه. به این ترتیب همونطور که شما فرمودین این منطقه براش مهمه از هر لحاظی، ولی این از نظر سوغلجشی و حضورش و جابجا کردن نیروی دریاییش که بسیار اهمیت داره و دیدیم که یک یدککش رو اونجا غرق کردن فقط برای اینکه راه رسیدن کشتی‌های نظامی غرب رو در صورتی که بخواد وارد اون منطقه بشه ببندن. این خب یک اعلام جنگ ناخواسته و یا پنهان آیا از سوی آقای پوتین به غرب نیست یا فقط یک هشدار و این انگشت نشان دادن تهدید هستش، این غرق کردن این یدککش؟ کاملا حرفتون درسته. شما باید طرز فکر آقای پوتین هم این مقداری در نظر بگیرید. ایشون فکر میکنه که این اتفاقاتی که در میدان میدن در کیف افتاد اتفاقاتی بوده که برنامه ریزی شده از طرف سازمان اطلاعاتی آمریکا. یعنی ایشون فکر میکنه همون اتفاقاتی که در کشورهای عربی افتاد در اوکراین داره اتفاق میفته، یعنی سازمانهای طرفدار دموکراسی که از طرف دولت آمریکا طرفداری میشن دارن سعی میکنن که شلوغ بکنن اوکراین رو. به علاوه ایشون معتقده که بعد از بین رفتن اتحاد جماهیر شوروی، سیاست آمریکا اینه که روسیه رو تضعیف بکنه. به خاطر همین دارن سعی میکنن که به کشورهایی که قبلا جزو اتحاد جماهیر شوروی بودن کمک بکنن و نیتو رو، سازمان الائنس نیتو رو، هرچی بیشتر به طرف مسکو بیارن. بنابراین کاری که ایشون داره میکنه از دیدگاه خودش اینه که داره رشد نفوذ غرب رو در اطراف روسیه کم میکنه و برنامه داره که روسیه رو به عنوان یک قدرت مهم جهانی دوباره مطرح بکنه. متاسفانه فکر میکنم که ایشون نتونه این کار بکنه، برای اینکه اقتصاد روسیه اقتصاد درجه دوم هست، ارتش خوبی داره و امروز مهمترین قدرت اقتصادی روسیه فقط روی گاز و نفت هست. بله. و شما نمیتونی با گاز و نفت و با یه ارتش نسبتا خوبی بتونید یه قدرت جهانی بشید. ولی در هر صورت به نظر من موو خیلی جالبی کرده و مسائل رو داره خیلی مشکل میکنه برای غربی ها و دوباره روسیه رو داره مطرح میکنه به عنوان یک کشور مهم در صحنه بین المللی. آقای دکتر اگه اجازه بدیم ما به یک 3 دقیقه پیام و یه 2 دقیقه گزارش در مورد این ماجرای اوکراین بریم برای کسانی که ممکن است از این لحظه به ما پیوسته باشن، دست کم یک گزارش رو ببینن و سپس به پیام‌های بازرگانی بریم و پس از بازگشت به همین نقطه آیا روس‌ها میخوان به اون دوران امپراتوری گذشته برگردن. وقتی میگیم امپراتوری آیا پیش از اتحاد شوروی است یا دوران جنگ سرد اتحاد شوروی است؟ اجازه بدین که این گزارش رو ببینیم، پیام های بازرگانی ببینیم، بازگردیم در خدمت شما. باشه.
پارلمان کریمه روز پنجشنبه ششم مارس با درخواست از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای الحاق کریمه به خاک روسیه و اعلام همه پرسی در 16 مارس گام دیگری در راه جدایی از اوکراین برداشت. کاخ سفید در واکنش به تحولات شبه جزیره کریمه اوکراین اعلام کرد در نظر دارد محدودیت هایی را در رابطه با صدور ویزا برای شماری از مقام های روسیه و کریمه اعمال کند. وزیر خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه در روم گفت تصمیم های روسیه به افزایش بحران در اوکراین منجر شده و اکنون زمانی است که مسکو باید برای کاهش این بحران تلاش کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت برگزاری همه پرسی درباره جدایی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه ناقض قانون اساسی اوکراین و قوانین بین المللی است. از شهر روم و کنفرانس لیبی نیز خبر می رسد که جان کری و سرگئی لاوروف در حاشیه کنفرانس به بحث درباره رخدادهای اوکراین پرداختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به اعتراض آمریکا و کشورهای اروپایی گفته است به دنبال ضمیمه کردن کریمه به خاک روسیه نیست، اما دولت و مجلس فعلی این جمهوری خودمختار طرفدار پیوستن به روسیه هستند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا اموال ویکتور یانوکوویچ و میکول آزاروف رئیس جمهور و نخست وزیر مخلوع اوکراین و 16 تن از مقام‌های سابق این کشور را که متهم به نقض حقوق بشر و سوء استفاده از اموال دولتی شده اند در تمامی 28 کشور اروپایی عضو اتحادیه توقیف کرد. این در حالی است که در شهر سیمفروپول، مرکز منطقه خودمختار کریمه، دو فعال جنبش فمن پس از برهنه شدن و سردادن شعارهای علیه روسیه بازداشت شدند. بازداشت این دو زن در یک گردهمایی خارج از پارلمان محلی که در حمایت از پیوستن به روسیه برگزار می شد صورت گرفت. هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. حق انتخاب، آمیزه ای از روح عرفانی، خودشناسی، عشق، آرامش و آزادی. کتابی پیشکش به جویندگان حقیقت، نوشته آلن پیر. تلفن سفارش در کالیفرنیا 951-687-4400 و در دیگر کشورها 206-227-8179. این کتاب را همچنین می توانید در فروشگاه های ایرانی و یا amazon.com تهیه فرمایید. پنج هزار سال موسیقی و رقص چینی در یک شب، تسلطی زیبا و ماهرانه، انفجار رنگ و صدا، فرهنگی آسمانی باز می‌گردد. شنیون را تجربه کنید. برای تهیه بلیط و اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شنیون.com مراجعه کنید. آیا می دانید بدون تکس، کانکشن فی و هزینه های اضافی می توانید با عزیزانتان در سراسر دنیا صحبت کنید؟ شرکت آریا در 6 سال گذشته با ارائه بهترین نرخ و سرویس حسن نیت خود را به مشتریان خود ثابت کرده است. تماس با ایران بدون هیچ گونه هزینه اضافی با استفاده از سرویس رایگان فون بوک، اپلیکیشن و پشتیبانی 24 ساعته همه و همه فقط 2.9 سنت. بله درست شنیدید، فقط 2.9 سنت. 818-495-495-2.
متخصصین و صاحبان بیزینس های ایرانی سراسر جهان. از این پس شما می توانید به جای پرداختن هزاران دلار هزینه تبلیغات ماهیانه، با پرداخت فقط $30 در ماه و با پیوستن به RRN اینترنشنال همراه ما و از طریق اکثر شبکه های تلویزیونی و مطبوعات ایرانی تخصص و بیزینس خود را به اطلاع عموم هموطنان در جهان برسانید. جهت عضویت و آگاهی بیشتر لطفاً با شماره تلفن 818-394-6503 تماس حاصل فرمایید. خب بینندگان گرامی، باز می‌گردیم به استودیو و پی می‌گیرم گفتگوی خود را با آقای دکتر محسن میلانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مسائل سیاسی و مسائل استراتژیک در شرق آمریکا هستند، در ایالت فلوریدا. آقای دکتر، شما به یه نکته اشاره فرمودین در سخن پیشینتون و اون مسئله نزدیک شدن و هممرز شدن کشورهای عضو پیمان ناتوست، و یه نکته هم اشاره فرمودین که خب کشورهایی که از اردوگاه سوسیالیستی جدا شدن الان اونا بیشتر فشار میارن برای این تحریم ها. خوب که نگاه میکنیم به نقشه، میبینیم که بله، لهستان، رومانی و بلگراد که درست در به صورت یک هلال اوکراین رو در واقع گرفتن در کنار خودشون، بیشترین فشار رو آوردن، و از سوی دیگر دولت لهستان در این گفتگوهای انتقالی حضور داشت. موضوعی که امروز باز دیدیم که نخست وزیر دوران جدید یا انتقالی اوکراین آمد و صحبت کرد و مسائل اشاره شدن به اون قراردادی است که بسته شد و بر اساس در 1993 اگر اشتباه نکنم 1954 یک قرارداد بسته شده و مسئله این مرزبندی هاست و این محافظت از این اوکراین هست، و بعد از اون چه که در پیمان لهستان در 1900 بوداپست در 1993 پیش، همه اینا دست به دست هم میده و این پرسش رو مطرح میکنه که آیا با توجه به این مسائل، این چیزی که لهستان اعلام میکنه، میگه بر اساس ماده 4 پیمان ناتو بهتر است اگر ما در حال حاضر در یک خطری قرار گرفتیم ناتو وارد شود، تا چه اندازه عملی، واقعی و یا شدنی است؟ برای اینکه همونطور که شما اشاره کردید، پیمان ناتو علاقمند به یک جنگ جدید در منطقه نیست، ولی خب لهستان میگه که بر اساس قرارداد ماده 4 مون باید ما منافعمون در خطر، روسیه میتونه ما رو تهدید بکنه و به این ترتیب باید وارد این مرحله بشیم. ببینید، قراردادی که شما در رابطه باش صحبت کردید، قرارداد بوداپست در سال 1994 بین اوکراین و ایالات متحده آمریکا و انگلستان و روسیه برقرار میشه، و مسئله خیلی مهم اینه که در اون قرارداد دلیل این که روس‌ها موافقت میکنن که مرزهای اوکراین رو احترام بهش بذارن این بود که اوکراین در اون موقع تعداد زیادی بمب اتم داشت و حاضر نبود این بمب اتم رو به این سادگی بده، ولی با کمک کشورهای غربی و با فشار کشورهای غربی دولت اوکراین بمب‌های خودش رو به اصطلاح از دست داد، و بعد از اون هم غربی‌ها به علاوه روسیه گفتن که ما مرزهای شما رو محترم می‌شماریم، ولی همونطوری که دیدید این اتفاق نیفتاد و آقای پوتین یه قسمت مهمی رو از این کشور داره به سمت به طرف خودش میاره. ولی مسئله فشار کشورهای شرقی اروپا و اینکه آیا اروپایی‌ها حاضر بشن که وارد یک جنگ جدی با روسیه بشن، به نظر من خیلی مهمه، از این جهت که اگر اروپایی‌ها تصمیم بگیرن که فشار بیارن به روسیه، فشار زیاد بیارن، من مطمئنم که آقای پوتین ایشون هم سعی میکنه فشار بیشتری به اونها بیاره. یعنی در حقیقت میشه گفتش که جنگ سرد دوباره شروع خواهد شد. بله. ولی یه نوع دیگه جنگ سرد. آیا سوال عمده اینه که آیا به منفعت کشورهای اروپایی، به منفعت و مصلحت آمریکا امروز هست که این جنگ سرد دوباره شروع بشه یا نه؟ من فکر میکنم که تا امروز به نظر میرسه که اکثریت کسایی که در رابطه با مسائل استراتژیک روی آمریکا و اروپا کار میکنن، فکر میکنن که مصلحت اینه که یک طوری
این اختلاف رو سر مسئله اوکراین صلح‌آمیز حل و فصل بکنیم، یا حداقل اگر هم این کار رو نکنیم سعی بکنیم فشارهای اقتصادی بیاریم. امروز یه مقاله خیلی جالبی یکی از کسایی که مخالف آقای پوتین هست و آدم خیلی پرقدرتی هم هست در خارج از روسیه، یه نکته خیلی جالبی گفته بود، یه جمله خیلی قشنگی گفته بود و جملهش این بود که راه حل مسئله اوکراین تانک نیست بلکه بانکه. یعنی این که این چاره نظامی نداره، برای خاطر اینکه روسیه کشور پرقدرت نظامیه و اگر اروپایی‌ها سعی بکنن آمریکایی‌ها وارد جنگ بشن، این جنگ مسلماً فقط در اروپا نخواهد بود، به جاهای دیگه هم خواهد کشید. اما صحبت از اینه که بیان تحریم‌های بانکی بکنن علیه روسیه، یعنی همون کاری رو بکنن با روسیه که با جمهوری اسلامی ایران کردن. یعنی اگه شما برگردید به تاریخچه تحریم‌ها در رابطه با ایران، متوجه خواهید شد که دو کار مهم آمریکایی‌ها کردن که کمر اقتصاد ایران رو شکوندن در حقیقت، یا یه مقداری زیادی صدمه زدن. یکی مسئله تحریم نفت ایرانه که خب روسیه هم این نفت رو داره، و بعد مسئله تحریم بانک‌های ایران بود که واقعاً تجارت رو برای ایرانی‌ها خیلی مشکل کرد. خب اینها نفت رو که نمیتونن تحریم بکنن در رابطه با روسیه، برای اینکه اروپایی‌ها خیلی محتاجشن، گازم که نمیتونن بکنن. بنابراین تنها کاری که امکان داره اینا انجام بدن مسئله بانکیه، ولی به نظر من حتی اونجا هم آقای اوباما سعی داره میکنه خیلی آرام بره جلو و داره سعی میکنه یه طوری مسئله رو لحاظ سیاسی حل و فصل بکنه که این کار به جنگ‌های اقتصادی و یا حتی جنگ سرد دوباره تشکیل نشه. به نظر من برای اروپا، برای آمریکا، برای خاورمیانه، برای ایران، برای همه کشورها بهتره که این مسئله صلح‌آمیز حل و فصل بشه. آقای دکتر، به یک نکته خیلی اهمیتی شما اشاره فرمودید، مسئله اقتصاد و مسئله بانک. یه نظرسنجی هست که نشون میده که روس‌ها، مردم در روسیه با این حرکت نظامی خود آقای پوتین مخالف هستن، برای اینکه اقدام نظامی که انجام میشه موجب میشه که سقوط بکنه ارزش دارایی‌های روسیه، و در همین چند روز بازار مسکو بیش از زیان کرده با همین حرکت. در این هفته‌های گذشته نزدیک به 60 میلیارد دلار رو میتونه اصلا در این جابجا شدن، بالا پایین رفتن قیمت‌های سهام از دست داده باشه، و به این ترتیب شرکت گاز اونجا که می‌بینیم حالا گازش رو از اوکراین می‌رسونه به اروپا، شما هم بهش اشاره فرمودیم، و مسئله پر اهمیتی، از سوی دیگر به هر حال اگه تحریم بشه داراییشون از دست میدن. خب یه مقدارش ممکنه از دست بدن، ولی یه فرق عمده‌ای بین ایران و روسیه هست، و فرق عمده‌اش اینه که روس‌ها بمب اتم دارن، تعداد زیادی دارن، ارتش پرقدرتی دارن و اقتصادشون هم خیلی قوی‌تر از اقتصاد ایرانه، و اینا میتونن عکس العمل نشون بدن. یعنی اینطوری نیست که آقای پوتین بشینه و عکس العمل نشون نده. درسته اینا میتونن تحریم‌های بانکی بکنن، ولی اونها هم میتونن دردسر به وجود بیارن برای آمریکا، و به خاطر اینکه در هر صورت آقای پوتین خودش عضو سازمان KGB اتحاد جماهیر شوروی بوده، و اگر دقت کنید تمام کسایی که دور و بر ایشون هست کسایی بودن که قبلا در سازمان KGB کار میکردن. خب اینها واردن به این کارها، بنابراین برای هر عملی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها انجام بدن روسا میتونن یه عکس العمل جدی نشون بدن. متاسفانه در رابطه با ایران به خاطر ضعف اقتصادی ایران، ضعف سیاسی ایران، ایرانی‌ها نمیتونستن این کارو کنن. برابر این مسئله تحریم به این سادگی که خیلی ها فکر میکنن نیست، خیلی مشکله، و من همونطوری که بهتون در اول برنامه گفتم، من اصلا مطمئن نیستم که کشورهای مهم اروپایی علل خصوص آلمان و فرانسه و یا حتی انگلیس، ایتالیا، کشورهای دیگه اروپایی موافقت بکنن با این نوع تحریم ها، برای خاطر اینکه اونها هم میلیاردها و میلیاردها دلار ضرر میبینن. در نظر داشته باشید که اروپایی ها تجارتشون با روسا خیلی بیشتره تا تجارت آمریکایی ها، بنابراین خیلی ساده است برای یه عده تو آمریکا بشینن و بگن که بله فلان کار کنید و بیسار کار رو بکنید، ولی اروپایی ها اگر بخوان تحریم کنن
ضررهای جدی خودش رو خواهند دید. آقای دکتر، فقط یک دقیقه به پایان برنامه داریم. من یه پرسش، چون الان دوباره به یک موضوع اشاره کردین که هر سخن شما پرسش تازه‌ای رو مطرح میکنه. در دو روز گذشته دست کم در مجلس سنای آمریکا و خانه نمایندگان بیشتر مسئله سیاست خارجی آقای اوباما مورد پرسش هست و حتی موقعی که وزیر دفاع آمریکا آقای چاک هیگل در برابر سنا قرار گرفت، بسیار مورد بازخواست قرار گرفت در نظر حرکتی که میخواد آمریکا انجام بده. شما ارزیابیتون از این مشکل دوگانه آقای اوباما چیزه؟ وارد جنگ بشه میشه شبیه آقای بوش، وارد جنگ نشه خب در درون کشورشون رو به عنوان یک کسی که تأثیری در سیاست نداره نگاه میکنه. ببینید، در آمریکا تعداد زیادی از نویسندگان و متفکرین آمریکایی ها آمریکایی تجربهشون برمیگرده به تجربه دوران جنگ سرد و متاسفانه خیلی دیگه هم هستن نیوکانسرواتیو های آمریکایی که فکر میکنن تنها راه حل مسائل سیاسی اینه که وارد جنگ بشن. حالا نه تنها راه، ولی مهمترین راه حل اینه که وارد جنگ بشن. یعنی اگر یه جای دنیا یکی یه عدسه ای کرد و آقایون در واشنگتن از این عدسه خوششون نیامد، اینا معتقدن باید وارد جنگ شد، یا حتی معتقدن که به خاطر اینکه آقای اوباما یه خط قرمز کشید در رابطه با سوریه و این رو انجام نداد، آقای پوتین پررو شد و حمله کرد و یه قسمتی از اوکراین رو گرفت. در حقیقت من فکر میکنم اگر آقای اوباما سر مسئله سوریه تون میامد، امروز عکس العمل آقای پوتین در رابطه با اوکراین خیلی شدت بیشتری میتونست داشته باشه. دوران 8 سال حکومت آقای جورج بوش شما نگاه بکنید، 2 جنگ مهم رو راه انداخت، بالاتر از 2 تریلیون دلار خرج برداشت و آخرم شما نگاه کنید اوضاع احوال افغانستان و عراق امروز چطوره. خب آقای اوباما به نظر من بهش دارن خیلی انتقاد میکنن که ایشون ضعیفه، ولی اگر با دقت شما نگاه کنید به سیاست های ایشون، من فکر نمی کنم ایشون آدم ضعیفیه. ایشون حاضر نیست همینطوری وارد جنگ بشه و فکر میکنه در رابطه با کاری که میخواد انجام بده، و از همه مهمتر ایشون یک سوالی رو مطرح میکنه که متاسفانه آقای بوش این سوال رو هیچ موقع مطرح نکرد. خب اینه که ما بریم و یه جنگی رو شروع کنیم یک مطلبه، بعد از اینکه شروع کردیم باید چیکار کنیم؟ درست. و متاسفانه این سوال رو این آمریکایی ها در رابطه با عراق نکردند، در رابطه با افغانستان هم نکردن. آقای اوباما این سوال در رابطه با سوریه کرده و در رابطه با روسیه هم داره به نظر من با یه درایت بسیار خوبی داره میره جلو و من مطمئن هستم که آتکام خوبی هم خواهد داشت. آقای دکتر، بسیار از شما سپاسگزارم. به شما وقت بخیر میگم. به امید گفتگو در آینده هر زمان که شما این فرصت رو بدیم به ما. خیلی متشکرم از شما و شنوندگان عزیزتون. روز و روزگارتون خوش. خب بینندگان گرامی، در پایان برنامه در روز جهانی زن هستیم. 8 مارس است. به همه زنان جهان به ویژه زنان ایران شاد باش میگم. در پایان برنامه یک گفتگوی رادیویی هست که رادیو مهر کرده با شاهزاده رضا پهلوی در مورد روز جهانی زن. با نگاه کردن به شنیدن اون برنامه رو به پایان میبریم. روز و روزگارتون خوش. برای همه آرزوی آزادی و بهروزی میکنم. اجازه بدید در آغاز گفتگویی داشته باشیم با سخنگوی شورای ملی ایران شاهزاده رضا پهلوی که بار دیگر افتخار این رو دارم که اعلام کنم در این برنامه هم با ایشان هستیم. درود بر شما شاهزاده گرامی و عزیز.
درود بر شما، درود به همیهنان عزیز هم در داخل کشور و در سراسر جهان. شاهزاده عزیز، پس از دادن حق رأی به زنان همانند مردان، آقای خمینی طی ارسال نامه به پادشاه ایران اعتراض شدید خود را در این ارتباط بیان کرد. به نظر شما چگونه میتوان تصور کرد که خمینی، مرد دینی که با حق رأی برای زنان مخالفت کرد، پس از 17 سال تلاش بیوقفه زنان مبارز برای کسب حق تساوی زن با مرد به ایران بازگردد و پس از استقرار نظام ولایتی همه ی حقوق زنان رو سرکوب کنه و یه جورای جامعه رو به یک قرن عقب‌تر به قبل از انقلاب مشروطیت بازگردانه؟ خب در اصل پس این سوال رو بعد از اون نسلی کرد که علارغم تلاش‌های پدر بزرگ و پدر من در ترقی و مدرنیته و پیشرفت ایران از همه لحاظ، به خصوص از لحاظ اجتماعی، که در اون مورد شکی نیست که وضعیت زنان در کشور ما مهمترین مسئله بود در اون دوران، خب شاید به برخورد سنتی یا تحت تأثیر مسائل مذهبی بودن که همه چیز به هر حال به نوعی قد داد به این جوی که در اون زمان در کشور حاکم بود و خب کار کشید به مرحله‌ای که عملا خمینی به ایران بازگشت و انقلاب اسلامی رو در ایران نهادینه کرد. البته خب امروز با گذشت 35 سال گمان کنم که بسیاری از همیهنانمون، چه زن چه مرد، فجایع و نتیجه این انقلاب شوم رو با پوست و گوشت و خون خودشون احساس کردند و دیدن که چه واقعا جهتی مملکت برده شد در درست نکته معکوس آنچه که کشور داشت میرفت و از این لحاظ خب فکر کنم امروز پاسخ این سوال رو آسان‌تر بشه داد، ولی در اون زمان چه شرایطی بود نمیشه گفت که تمام تقصیرها فقط به گردن خمینی بود، چون اتفاقا فکر کنم خمینی خیلی واضح موضع‌گیریش رو از روزهای اول کرده بود. در از سال 1962 میلادی که این مسائل شروع شد مسئله بود، ولی در سال 1978 یعنی تقریبا میشه گفت 16 سال بعدش بود که این اتفاقات افتاد و با وجودی که خب در اون فاصله مردم ایران به خصوص خود زنان کشور متوجه نتیجه اون پیشرفتا بودن علارغم مقاومت بسیاری از مذهبیون به اصطلاح رادیکال که خب خمینی هم جزشون بود. به هر حال آنچه که شد فکر کنم یک ترکیبی بود از ذهنیت اون زمان، شاید یه مقدار فاکتور مذهب در ذهن یک جامعه بیشتر سنتی شاد بشه گفت که هنوز در اون حد مدرنیته به عنوان کف خیابون نرسیده بود در مقایسه با بخش بیشتر روشنفکر یا به قول معروف اینتلیجنسی های مملکت، و خب اینا جزو فاکتورهای به نظر من اون زمان هست که بایستید از نظر یک بررسی تاریخی با توجه به وضعیت عینی کشور در اون دوران بر اون اساس بررسی کرد و نتیجه گیری کرد. و اما 8 مارس محوری است برای تحقق مطالبات و همبستگی زنان. در پایان شاهزاده گرامی، روز جهانی زن است، پیام شما به زنان ایرانی چیست؟ زنان ایرانی شاید بهترین الگوی مقاومت در یک کشوری که و به خصوص در کشوری که زنانی حقی رو داشتن و از دست دادن، مثل عربستان سعودی نیست که هنوز در اونجا یک زن حتی رانندگی هم نمیتونه بکنه، به خصوص میتونن الگوی مهمی باشن برای دنیایی که کشورهای به خصوص مسلمان بدونن که وضعیتی که در ایران هست چه بلایی به سر زنان اون کشور آمد و در خط مقدم مقاومت از روز اول بودن و واقعا فکر کنم الگویی بودن برای بسیاری از زنانی که در این کشورها در مقابله با این جنایت به اصطلاح عدم برابری و اصلا برخوردی که باشون شده بهترین مسیر رو تا به حال طی کردن و شاید بیشترین تجربیات رو حاصل کردن. حتی در همسایگی خودمون بایستی در اینجا مقاومت زنان افغانستان رو هم به عنوان مثال اشاره کرد. به هر حال مسئله فقط مختص ایران نیست، در خیلی از کشورهای جهان سوم همچنان بسیاری از زنان اون چوری که باید و شاید حتی اگه رو کاغذ حقوقی داشته باشن ولی در عمل همچنان دسترسی پیدا نکردن. ولی من هیچ
نسلی رو در دنیا سراغ ندارم، هیچ ملتی رو در دنیا سراغ ندارم که زنان اون کشور به اندازه زنان ایران انقدر بهشون آسیب و لطمه رسیده باشه، ولی در عین حال بیشترین تجربه رو داشته باشن در این کار و شاید پیشگامانی باشن در راه بازگشت به حقوق اساسیشون، حقوق انسانیشون. و در اینجا فکر کنم مسئله فقط باری نیست که باز بر دوش زنان ایران باشه، به همون اندازه شاید بیشتر بار به دوش مردان ایران هست که حمایت بکنن از زنان کشور، حالا چه مادرشون، چه خواهرشون، چه دخترشون، چه همسرشون. این مسئله کلیدی است و این دوتا باز دست به دست یکدیگر بده. ولی به هر حال فکر کنم که مسئله زنان ایران کاملا مشخص هست و در ریس روز جهانی یک فرصتی است که زنان ایران علی خصوص از همه زنان دیگر جهان با صدای بلندتر بتونن در احقاق حقوق از دست رفته خودشون کوشا باشن که برسیم به اون آینده‌ای که واقعا برابری کامل زن و مرد در کشور ما مهیا بشه و مسلم. ضمن سپاس و تشکر از زمانی که به ما دادید و با ما همراه بودید، تا گفتگو برنامه دیگر به شما بدرود و شب خوش میگم. به شما هم بدرود میگم، به خصوص درود میفرستم به زنان شیردل و مبارز کشورمون که همچنان سنگر مقاومت رو هرگز ترک نکردن و مطمئنم که به آزادیشون به زودی دست پیدا خواهند کرد. امیدواریم. شب خوش. اند مدیا تقدیم می کند با شکوه ترین شب نشینی نوروزی، یک شنبه 16 مارس با حضور خوش آواز ستاره موزیک پاپ هلن، ارکستر رویالتیز اسمبل اجرا کننده جدیدترین آهنگ های روز، بوهمیا دانس اند انترتینمنت با اجرای رقص های ایرانی اینترنشنال و دی جی کوین. 16 مارس در کنار سفره هفت‌سین و حاجی فیروز در سالن فرهنگی ارتز در شهر تازانا، همگی به پیشواز نوروز می رویم. ورودیه با شام ایرانی. برای کسب اطلاعات و رزرو میزهای VIP با تلفن 818-926-3042 تماس بگیرید. تهیه بلیط در فروشگاه های معتبر ایرانی. آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آورد